وزیر تجارت و صنایع افغانستان بدین باور است که رشد و پیشرفت تجارت و صنایع این کشور بعد از سال 2014 با امکانات کافی داخلی و کمک های بیشتر بین المللی افزایش خواهد یافت. احد عزیز زاده از تلویزیون آشان و صحبه اختصاصی با دکتر انوارالحق احدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان انجام داده که توجهتان را به آن جلب می داریم. جناب وزیر تجارت و صنایع افغانستان بسیار تشکر از اینکه بر صدای امریکا چند لحظه وقت دادین با شما صحبت بکنیم تشکر شما شما در ایالات متحده تشریف آوردین برای کنفرانس مهم سرمایه گذاری خصوصی و به طور یقین موضوع تجارت هم مطرح شده در افغانستان چی دستاوردهایی دارین که برای بینندای ما بتونین بگین اساس پیغام ما ای بود که ما برای, برای تجارت و برای تشبس در افغانستان یک محیط مناسب قانونی و از هاز پالیسی داریم و او را تشریح کردم که به مقایسه دیگه کشورها مثلا ما چی بهتری داریم البته در این حال یک کم اطمینان هم برشان دادیم تصوراتی که راجع به 2014 میشه بسیاری از تصورات طور اساس قوی نداره ما فکر میکنیم که انشالله حکومت از مشکل امنیتی را اداره کرده میتونن و مشکل اقتصادی رو خود ما فکر میکنیم که به خوبی با آسانی اداره کرده میتونیم و امید است که خود انتقال سیاسی هم که در سال 2014 واقع میشه که و هم بدون کدام مشکلات شد به صورت عموم این می پیغام های ما بود و ظاهرا که اونا هم با دلچسپی خب از پیام شما معلوم میشه که شما هیچ نگرانی بعد از 2014 در افغانستان ندارین چه در مورد سرمایه گذاری خصوصی و چه در مورد رشد تجارت و صنایع فکر میکنیم کمک های بین المللی کافی خواهد آمد و فکر میکنیم امکانات داخلی ما به کافی خود بود که ما بتانیم اقتصاد که دمی چند سال گذشته که یک رشد بسیار بلند داشته باز هم در حالت رشد باشه ولو که امکان داره رشدش یک کم شود و فکر میکنیم قوای امنیتی ما به سرحدی است که باید بتانند از خود دفاع کنن و اگر خدا نخواسته ندانند از خود دفاع کنن، البته مشکل مدیریت است نیز که امکانات ام نیست و ما فکر میکنیم که انشالله مدیریت هم ما توانمندی مدیریت ایران هم دریم به اساس ما نه میګیم کی چ مشکله نه خاطود تبل مشکله د دو سه انتقال دوري انتقالي د دو سه ساحه در ان واحد مے او بر هر کس یګاندازه مشکلات رخلق میکنن ولی ما فکر میکنیم کی ما از وحودی مدیریت انبی مشکلات براماده میتونیم و ما خود می بای فکر رسیم کی ان شاء الله افغانستان په طرف بهتري میره اگر شما یګ مقایسه بر ما بتین سره مګزوري ورښته صنعت و تجارت در افغانستان سال گذشته و امسال خب امسال اهدایی که ما داریم بیشتر از 500 میلیون سرمایه گذاری شده سال گذشته حدود بیشتر از 400 میلیون شده بود به اساس در حدود 100 میلیون دلار امسال بیشتر است نسبت به سال گذشته خب این 100 میلیون دلار یک یک تاثیر بسیار کلان در اقتصاد افغانستان گذاشته نمیتنه ولی خوبی شی است که توقع مردم این است که سرمایه گذاری زیاد نشود بلکه کم شود در حالی که برعکس سرمایه ما زیاد میشه شما با مقامات امریکایی ملاقات صحبت‌های داشتین اونا چی نگرانی خاصی دارن خب ما برای به اصطلاح وزیر تجارت خارجی امریکا آقای ایران کرک ملاقات داشتیم زیاتر راجع به WTO گپ زدیم ما می‌خوایم که عضو سازمان تجارت جهانی شویم امریکا دی صاحب امر ما کمک میکنه روسیه 18 سال در بر گرفت تا که عضو عضویت WTO را گرفته و ما می‌خوایم در ظرف 3 4 سال و خصوصا سال این همین کل مراحل طی کنیم و شامل دبلیو شویم ولی بعضی گزارش های هم در مطبوعات بخصوص ایالات متحده انتشار می در مورد نگرانی که در مورد حکومت حکومتداری و مسائل دیگه که در افغانستان است در اون مورد شما چی میگن؟ مردم افغانستان زیادتر نگران نمی خب طبعا حکمداری چندین بود داره مثلا ما یک سیستم حکومت دموکرات داریم این خو یک چیز مثبت است انتخابات داریم یک چیز مثبت است خب تفکیک قواه است یک چیز مثبت است ولی در قسمت تعمیلی اینمی اصولی که در قانون اساسی گنجانیده شده طبعا اکسس سال شکایاتی است هم به ارتباط اداره هم به ارتباط دیگه ارگان دولتی موجود می باشه و خب دیگه کشورها هم بازشان به با این ساحه مشکلات دارن ما فکر می کنیم که بعد از مشکلات مشکلات یک, تحلیل اساسی می خواین که در نتیجه او باید لاقل تا جایی که جامعه بندول با اونا ارتباط می کنن. با با جامعه بین دول هر چند ما یک سلسله توافقات داریم که اونا مشخص میزنه که این ساحه مثلا در قسمت اقتصاد این اینی مواد است که شما باید عملی کنین امید است که در قسمت حکومت هم ما متور به یک کانکریت با موافقه برسیم که در ظرف 4 ماه 5 ماه ما کدام پروگراما را باید در قسمت حکومت بهتر عملی کنیم تا موافقه دونرها را هم حاصل کرده باشیم و با مردم خود هم خدمت کرده باشیم طبعا این پروسه دوامدار است و ریفورما به یک سال و به دو سال خلاص نمیشه هر قدر هر سال اگر یک کمی بهتری دیو بیایه یک دستاورد خوبی میباشه و امید است که ما هر سال یک کمی یک حکمتداری بهتری را داشته باشیم نسبت به سال گذشته